برای صحبت بیشتر در همین رابطه همراه میشیم با آقای حمید، آقای عضو شورای مدیریت گذار از هلند. جناب آقای، خیلی خوش اومدید. همونطور که در گزارش هایی که از کردستان رسید نشون داده شد، حکومت در کردستان برای سرکوب مردم معترض کف خیابون از دوشکا و کلاشینکوف استفاده کرده. حتی خبرگزاری فارس هم به نوعی این موضوع را تایید کرده. آیا حراس حکومت این هست که کردستان تبدیل بشه به یک الگو برای کل ایران؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان و بینندگان عزیزتون و با عرض تسلیت به خانواده جانباختگان پیانشهر، جوانرود و دیگر شهرهای کردستان که در این چند روز اخیر زیر رگبار سلاح‌های سنگین سپاه پاسداران به قتل رسیدند. خب جمهوری اسلامی از همون ابتدای آغاز جنبش اعتراضی و انقلابی زن زندگی آزادی تلاش داشت که این جنبش مسالمت آمیز رو، اعتراضات مسالمت آمیز رو به خشونت بکشونه و طبیعتاً مطابق معمول کردستان و استانهای حاشیه‌ای از جمله بلوچستان، در واقع رژیم معمولاً در این استانها این اقدامات رو آغاز میکنه. در ابتدا حملاتی کردند، حملات هوایی و پهپادی و موشکی کردند به پایگاه های احزاب کردستان در اقلیم کردستان عراق و تا به این وسیله احزاب را وادار بکنند به عکس‌العمل های در واقع نظامی اونطور که رژیم مورد نظرش بود، که خوشبختانه با درایت بسیار بالای سیاسی احزاب این سیاست شکست بود. حالا بعد از 60 روز، بیش از 60 روز از مقاومت مردم در کف خیابون و با شعارهایی که مردم در شهرهای دیگر میدن که کردستان، بلوچستان چشم و چراغ مردم ایران، و بعد از اینکه آقای خامنه ای در آخرین سخنرانیش در واقع تهدید کرد که در چند روز آینده و قول داد به نیروهای خودش و روحیه داد که این اغتشاشات به نظر خودش جمع خواهند شد، ما دیدیم که سپاه پاسداران حملات خودش رو آغاز کرد به شهرهای بیدفاع کردستان ایران از جمله جوانرود و بیش از 30 نفر تا اونجایی که من اخبار رو دنبال کردم در این در واقع هجوم وحشیانه نیروهای سپاه کشته شدند. خب بنابراین به نظر من دیگر صحبت از سرکوب اعتراضات مسالمت نیست. ترس حکومت از کردستان چه است؟ به هر حال در اونجا میزان سرکوب خیلی بیشتره و سلاحهایی که استفاده میشه اونجا غیر معمول تره، یعنی در تهران و مشهد شاید از اون سلاح استفاده نشه. چرا حساسیت ویژه روی کردستان هست؟ بله، من فکر میکنم به طور کلی رژیم از مردم میترسه، از مردم همه ایران، چون همه شهرهای ایران الان در حال در واقع اعتراض هستن، در خیابانها، در شبها، و اعتراضات به اعتصابات هم پیوسته. اعتصابات کسبه رو ما در 3 روز دیدیم، 3 روز متوالی، و بعد هم امروز شاهد آغاز اعتصابات چندین کارخانه بودیم. ترس اصلی رژیم از همه مردم ایران هست، اما کردستان رو بهانه می کنند به خاطر اینکه در واقع مطابق معمول اعتراضات رو پیوند بزنند با موضوع تجزیه طلبی و در واقع ادعی که میخواهند کردستان ایران رو جدا بکنن، در حالی که همه ایران یک صدا فریاد میزنن که کردستان چشم و چراغ ایران و کردهای ما، هموطنان کرد ما هم همینطور، که در از تهران تا کردستان، از تهران تا سنندج، از تهران تا اهواز تا زاهدان، همه این شعارها نشون میده که در واقع این همبستگی و اتحاد ملی هستش که حکومت جمهوری اسلامی رو در واقع نگران کرده. و خامنه ای هم آخرین سخنرانیش در واقع آخرین سخنرانی در واقع ترس بود، نشان از ترس بود، نشان از دلهوره بود، و به خاطر همین هم سعی کرد که روحیه بده، چون هیچ کدوم از مقامات مسئول کشوری اساسا یا ساکت هستن و یا اینکه به موضوعات فرعی پردازن و یا تهدیدهای توخالی میکنن، اما این رهبری هستش که در این مدت اخیر تمام تلاش کرده، چندین بار آمده و به نیروهای خودش به روحیه بده، و این نشون دهنده این هستش که در واقع چنین روحیه‌ای وجود نداره و ترسی هستش که در کل نظام ایجاد شده. آقای، در کنار حمایت‌های داخلی که داره از معترضان در نقاط مختلف کشور میشه، در یک بعد کلانتر در خارج از کشور هم بسیاری از
کشورها و نهادها اومدن از اعتراضات در ایران حمایت کردن. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل وضعیت در ایران رو بحرانی توصیف کرده. انگلستان و آلمان هم مجددا از معترضان در ایران اعلام حمایت کردن. این موضوعات به نظر شما چقدر اهمیت داره؟ بسیار اهمیت داره، بسیار بسیار. به میزانی که جنبش اعتراضی ایران گسترش پیدا بکنه، طبیعتاً در واقع جوامع اروپایی و به خصوص مقامات و دولت‌های اروپایی به دلیل اینکه افکار عمومی کشورهای خودشون هم در واقع به طور عموم متوجه ایران هست و حمایت میکنن از اعتراضات مردم ایران، اینها هم مجبورن پاسخگو باشن و مجبورن سیاست‌هاشون رو تغییر بدن و ما اینها رو هر روز شاهد هستیم که به میزان بیشتری اعلام حمایت ها میشه. اما خب هر حال اعلام حمایت ها در مجموع تا به حال به صورت زبانی و شفاهی بوده و اقدامات جدی جز تحریم یک سری نهادهایی که یا مقامات مسئول جمهوری اسلامی، ما شاهد اقدام عملی مشخصی تا به حال نبودیم از این مقامات و دولت های اروپایی. درسته. ممنونم از آقای حمید آقایی، عضو شورای مدیریت گذار و کنشگر سیاسی ساکن هلند.